اندونزی، مثل خیلی از کشورها در اینجا هم این روزها فضا تیره و تار است. کشوری با بالاترین نرخ ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در جنوب شرقی آسیا. با بیش از 800 هزار مورد ابتلا و نزدیک به 25 هزار جان باخته. امروز اما آغاز نبردی جدید علیه کووید 19 است. با شروع واکسیناسیون عمومی و با استفاده از واکسن کرونا واک ساخته یک شرکت چینی، رئیس جمهوری اولین کسی بود که واکسن را دریافت کرد. واکسیناسی پردانا اینی دیلاکوکان ستلاح اولین مرحله واکسیناسیون بعد از گرفتن مجوز استفاده اضطراری از آژانس نظارت بر غذا و داروی کشور و همچنین فتوا از شورای علمای اندونزی شروع شد. ما از هر دو نهاد کمال تشکر را داریم. برخلاف اغلب کشورها در اندونزی اول جمعیت شاغل واکسن را دریافت می کند. آخرین مرحله آزمایش واکسن کرونا واک در برزیل نشان داد که این واکسن کمی بیشتر از 50% در مقابله با ویروس کرونا مؤثر است. واکسن خوبی داریم. بهترین و ایدئال ترین واکسن نیست، اما واکسنیه که میزان اثرگذاریش در محدوده مورد قبول جامعه علمی و همینطور سازمان جهانی بهداشته. اما اگر امیدها به بهبود شرایط در اندونزی با آغاز واکسیناسیون عمومی بیشتر شده، پرتغال خود را برای روزهای سخت‌تر آماده می‌کند. دولت قرار است محدودیت‌های بیشتری را اعلام کند، از جمله درخواست از مردم برای در خانه ماندن. محدودیت‌هایی که قرار است دست کم برای یک ماه برقرار باشند. در آمریکا، جایی که این روزها روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری بر همه چیز سایه انداخته، در یک شبانه روز بالاترین رقم مرگ و میر ثبت شد. به گفته دانشگاه جان هاپکینز، بیش از 4400 نفر در 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. قرار است از دو هفته دیگر ارائه جواب منفی آزمایش کرونا برای همه مسافران هوایی به آمریکا اجباری شود. در بریتانیا با وجود آغاز واکسیناسیون و بیشتر شدن محدودیت‌ها، شمار جانباختگان بر اثر کرونا همچنان بالاست. دیروز مرگ بیش از 1200 نفر بر اثر کرونا ثبت شد. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید موارد ابتلا به نوع تازه ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا دیده شد، حالا دست کم در 50 کشور و سرزمین مشاهده شده. از روز گذشته مرحله سوم آزمایش داروی در بریتانیا شروع شده. داروی استنشاقی که حاوی پروتئین طبیعی به نام اینترفرون بتاست. به گفته سازندگان اگر همه چیز خوب پیش برود، این دارو احتمال بستری شدن بیماران را تا 80% کاهش می دهد. این دارو به سلول ها کمک می کند تا خودشون رو بازسازی و با ویروس ها مقابله کنند. بنابراین آسیب کمتری به ریه وارد میشه. خطر بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و حتی مرگ کمتر میشه. مرحله سوم آزمایش این دارو با شرکت 600 نفر در 20 کشور شروع شده و به گفته محققان تا حدود 5 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. با وجود امیدواری ها به اثر بخشی دارو در کشوری که همین الان بیمارستان های آن مملو از بیماران کروناست، این داروی پشتیبان بیشتر برنامه‌ای در دور دست به نظر می‌رسد تا دوای دردی در زمان حال. فیروزه اکبریان، بی بی سی.